اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى السبايا من آل بيته. السلام عليكم يا آل بيت رسول الله جميعا ورحمة الله وبركاته. امامته حضرت زین العابدین سلام الله علیه که با شهادت حضرت سید الشهدا علیه افضل الصلاة والسلام شروع شد، امامتی بود که در یک برهه زمانی بسیار سختی شروع شد. یعنی حضرت سلام الله علیه که در حقیقت شاهد کشته شدن حضرت سید الشهدا برادرانش عموهای بزرگوارش بوده و فرزندهای عمو و اصحاب و یاران پدرش بوده، زندگی براش در اون زمان زندگی بسیار سختی حساب میشد، مخصوصا که حضرت را هم به اسیری گرفتن و کلن ستمکاران اون توجهی که به مردان دارن از جهت ظلم و ستم خیلی زیاده. یعنی یک حساسیتی وجود یک مرد در بین بیبی ها ایجاد میکرد و لذا بارها تهدید به قتل، ارعاب به کشتن نمودن اون ستمکاران که در هر بار خداوند متعال به گونه ای حضرت زین العابدین علیه افضل الصلاة والسلام را نجات داد. در مجلس شام وقتی که تمام دولت مردان در اون مجلس حضور داشتن و حضرات اهل بیت علیهم السلام به اون مجلس وارد شدن در حال اسیری، در حالی که دستبند به دستاشون بود، حضرت زین العابدین که صفدوک بالحدید یا فی الحدید در زیارت ناحیه مقدسه داره که ایشون رو در جامعه قرار داده بودن که انه جامعه در حقیقت یک نوع قید و بندی بود که حضرت رو در اون قرار داده بودن. ظاهرن هم قاعدتن هم باید خیلی سنگین باشه و خیلی انسان رو اذیت بکنه. اونجا بود که یزید به یکی از سخنگوهای دربار که همیشه هم هست گفت که برو منبر و ما را ستایش کن و آل علی را دشنام بده. این علمای دربار همون علمای سوء هستن که خیلی روایت ضدشون وارد شده و خیلی انسان باید مراقب باشه خدایی نکرده از علمای سوء نشود، چون که خدا همه رو به گونه ای امتحان میکنه و قصاب رو به یک گونه ای امتحان میکنه و دولت مرد رو به یک گونه ای امتحان میکنه، دانشمند رو به گونه دیگری امتحان میکنه و اون فسادی که بر اساس یک حرف و یک سخن یک عالم بار میاد بسیار سنگینه و لذا حسابش هم حساب بسیار عسیری خواهد بود، حساب بسیار سختی خواهد بود. شاید در روایت آمده باشه که یک گناه از عالم که از اون گناهش بگذرن در حقیقت در مقابل اینقدر گناه هست که از جاهل میگذرن، چون که عالم راه و روش را دیده
چون که عالم در حقیقت فهمیده. حالا این سخنگوی یزید ظاهرا هم از علماء بلاط بوده، یعنی از علماء دربار بوده، رفت منبر و خلاصتا دشنام داد حضرات اهل بیت رو، نکوهش کرد و مدح کرد آل ابی سفیان. اونجا بود که حضرت زین العابدین علیه السلام ایستادن و نصائحی ایراد فرمودن. فرمودن ویلک، وای بر تو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. شما دنبال این بودی که یک مخلوق ضعیف حقیر ناچیز رو از خودت راضی کنی در مقابل اینکه رضای خدا رو از دست بدی، پس وای بر تو. خب این سخن با یک کسی که به نتیجه یک فقهی، یک علمی داره، این تکان دهنده است. و حضرت این گونه سخن گفتن با اشتری تمرضات المخلوق و سخط الخالق. پس رو کردن به یزید و فرمودن که بروم من به منبر و صحبتهایی بکنم، لله فیه رضا و لهذا الخلق فیه اجر و ثواب و نفع. یزید امتناع کرد. خب جهت امتناعش هم گفت که در زیارت امین الله میخونیم و الزم اعدائک الحجه مع ما لک من الحجج البالغه، که دشمنای اهل بیت علیهم افضل الصلاه و السلام اینا یک حجت اضافی دارن، چون که خدا میخواهد آنها را در پسترین جاهای جهنم جا دهد، ولذا حجت را بر آنها اتم میکند. اونجا بود که یزید گفت نه، من نمیتوانم اجازه بدهم که این آقا برود منبر، چون که انصعد هذا المنبر او انصعد المنبر هذا فلا ينزل الا بفضيحتي وفضيحه آل ابي سفيان، آبروی ما را میریزد. گفتم ما يحسن هذا الشاب، این جوان مگر چقدر دانش دارد؟ یزید گفت انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، در حقیقت علم به کامشون رفته. شاید در بعضی از عبارات داره که هؤلاء کبیرهم لا یقاس، یزید گفت و صغیرهم جمره لا تداس، نمیتوانی با خردسالشان شوخی کنی، نمیتوانی دست به بزرگسالشان بزنی و او را با کسی قیاس کنی. هؤلاء کبیرهم لا یقاس و صغیرهم جمره لا تداس. خلاصه چون که اون مجلس یک مجلسی بوده که اصناف و انواع مردم درش بوده، از سفرا بوده، از عمرا بوده و همه مردم، این گونه نبوده که مشکل ذاتی داشته باشن با حضرات معصومین علیهم السلام. خب دیدن حرف این یزید رو شنیدن، حرف سخن گوش رو شنیدن، اون تبلیغات یزیدیان و امویان رو شنیدن و دیدن، میخوان از اون طرف هم بشنون. نتیجه اون احساس به اینکه بفهمن اون طرف حرف حسابش چیه هست در همین افراد، مخصوصا اونایی که در حقیقت در بحبوحه جنگ بین بنی امیه و بنی هاشم نبودن، این احساس رو میکنن. لذا اصرار کردن. وقتی که یک توجه عامی میشه، خب اونا یزید و امویان مجبور میشن پایین بیان، به نتیجه میخوان مجلس و رفاقت ها و اداره مسائل رو در از دست ندهن. لذا گفت خیلی خوب برفت. حضرت زین العابدین سلام الله علیه رفتن رو اون چوب ها به ادلی فرمودن ان اصعد هذه الاعواد، این چوب در حقیقت قداست منبر رو نداره، این فرمایشاتی که از در حقیقت خادمای حضرت سید الشهدا میشنویم و صحیح هم هستن صافا، اینا چوب بوده، ارزشی نداشت. منبری که ارزشی داره، منبر جای حق گفتن، نه یاوه گویی. اون چوب ها برش یاوه گفته میشد، مگر وقتی که حضرت زین العابدین سلام الله علیه
در حقیقت تشریف بردن اونجا، اون بحث بحث دیگری میشه. خب رفتن و حمد و ثنای الهی رو شروع کردن، مطلب رو و فرمایشاتشون رو به دو مسئله مهم، بیان دو مسئله مهم. مسئله اول اعطینا ستا و فضلنا بسن، خدا جبار قادر ملک الملوک به ما داده، و اعطینا ستا، شش چیز را به ما داده به احدی نداده مگر اینکه از اولیاء الله باشد. و اعطینا العلم، دانش را خدا به ما داده، و هر کس که خداوند متعال بهش دانش بده بقیه باید در مقابل او خضوع کنند. و آتیناهم لدنا علما، نتیجه اون کسایی که در اون مجلس نشسته بودن ظاهر قرآن را عده‌ای ازشون شنیده بودن. زاده و بسطتن فی العلم و الجسم، حتی خداوند متعالی کسی را اختیار میکنه و بهش علم میدهد یا به علم دادن اختیار میکنن. اصطفاکم به علمه، این معلوم میشه این بزرگواره. حالا حضرت زین العابدین مبدع کلامشون این مسئله رو بیان میکنه که خدا به ما علم داده است. خب این قرعصم هم میکنه، این افراد رو در حقیقت باعث میشه که احساس به فهمیدنشون بالا بره. خب بفهم خب چیه قصه؟ واقعینا سته العلم، و این علم یک کسی که دانش داشته باشه خب خیلی رتبش بالا میره، اما این علم باید مزین بشه به حلم و بردباری و فروتنی. رضا حضرت میفهم والحلم، حلم هم به ما داده، که اگر انسان علم داشته باشه، حلم نداشته باشه نمیتونه با مردم زندگی کنه. چون مردم عمدتا همه جا با آهن اتباع کل ناحقن، چگونه میتواند با مردم زندگی کنند با اینکه رتبهشون خیلی پایین تره؟ باید حلم داشته باشه. شما اگه یک استاد دانشگاهی رو ببینید که پروفسور خیلی دانش داره، این رو بذاریم با یک رفتگر که حتی سواد خوندن و نوشتن رو نداشته باشه، این خیلی به سطوح در میاد، خیلی خسته میشه، مگر اینکه حلم داشته باشه. لذا حضرت میفهم واقعی ناستن، علم رو خدا داده، حلم رو هم زینت بخش علممون قرار داده، یعنی در حقیقت ارواح اونها آراسته است. و السماحه و الفصاحه، خدا سماحت را به ما داد، این نفسشون السلام علی الحسین الذی سمحت، بله نفسه به مهجته، این سماحت شاید اعطاء بیمنت باشه، سمح سخی، خیلی اعطاء با ناز کردن باشه، اعطاء بدون منت باشه، یک کرمی دارن که لا یمنون بعد ان یتفضلوا، بعد از آنی که به کسی عنایتی بکنن هیچ منتی برش قرار نمیدهن. و السماحه، خدا به ما سماحت داده. و الفصاحه، ما قدرت بیان داریم. بله در تعبیل آیات مبارکه علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، از حضرت نقل شده عینین رسول الله هستند، چون که با آنها انسان میبیند، و لسانا امیر المؤمنین، چون که امیر المؤمنین در حقیقت لسان صدق علی، در حقیقت امیر المؤمنین حیبت و علم رسول الله، امیر المؤمنین باب و علم رسول الله، بیانگر علوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا فصاحت رو خدا به اینها داده، یک کسی دانش داره ولی بیان نداره، میبینی که میرن سراغ استادی که ولو این که دانشش کمتره اما قدرت بیان داشته باشه. حضرات معصومین علیهم السلام علم داشتن، حلم داشتن که میتونستن تحمل کنن جهل سامه رو، کرم داشتن که عطا کنن، مضافن در اون فصاحت داشتن که میتونستن مافض ضمیرشون رو بیان کنن. اون علوم و نوری که خدا به آنها داده، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری،
يوقد من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. این نور رو میتونند و قدرت بیانی دارند که بیان بکنن با کلمات، و لذاست که اهل بیت پیرامون روایاتشون میفرمان اینا علمه. خب روایت که علمیست، ولی اونقدر مذکریتش بالاست انگار خود علمه، این قالب علمه، واقعا علم در این کلماته. لذا روایات معصومین بسیار امور مقدسیه، چون که اهل بیت با اون فصاحت و بلاغتی که داشتن یفصحون عما فی ضمیرهم، این در حقیقت یکشفون عما فی ضمیرهم، توانستن علم را برسانن و اون کسایی که طالب علم هستن. و شجاعه، حالا یک کسی دانش داره ولی شجاعت نداره، این چقدر میتواند پیش بره؟ نه، شجاعت بیان دارن، شجاعت در میدان رزم دارن. و المحبت فی قلوب المؤمنین ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في صدوركم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. خداوند ایمان رو در دلها مزین کرده، محبت اهل بیت رو در دلها گنجانده، و این هم دو معنی داره در حقیقت. محبت رو در دلها گنجانده چون ما محبت به خیر داریم، انسان به اون نور عقلی که داره محبت به خیر داره، لذا محبت رو در دلها گنجانده. این مسئله. یه مسئله دیگه اینه که نه، خدمت شما عرضم به این که چون که اهل بیت هستن یک محبت خاصی در دلها قرار داره. پس معنی اول به این معناست که ما حب الخیر رو دوست داریم. وقتی میبینیم اهل بیت خیر هستن، شجاعت رو دوست داریم، به نور عقل میبینیم اهل بیت شجاع هستن، اونها رو دوست میداریم. گاهی نه، این محبت خاصه، کششه خدا در دلها قرار میده که به سمت و سوی اهل بیت ما را میکشانن. خب این شش تا بود، خیلی میشه بعد اینجا صحبت کرد. ما تتمیما لو برای اون عرایزمون که پیرامون بیان نهضت اسیران کربلا بود، خواستیم اجمالا بعضی از مسائل رو انشاءالله بیان بکنیم. و فضلنا به سهم به هفت چیز ما تفضیل شدیم. یک، من النبی المختار، نبی مختار از ماست. من الصدیق، حالا این صدیق آیا مراد امیر المؤمنین است؟ یحتمل، چون که اونجا هم داره اسد الله و اسد رسوله، که شاید مراد حمزه باشه، پس احتمال داره اینجا مراد از صدیق امیر المؤمنین باشه. در نتیجه در این سبعه قطعا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هست، پس صدیق شاید مراد امیر المؤمنین باشه علیه الصلاة و السلام، و شاید هم مراد جناب ابو طالب باشه، وقت اسد الله و اسد رسوله حضرت امیر باشه. ولی اقرب اینه که مراد از صدیق امیر المؤمنان باشه. بعدش هم آمده و من الطیار، جناب جعفر طیار، و همه شنیده بودن داستانهای جعفر طیار، ولی تطبیق نمیدهند قرابتها را. و منا اسد الله و اسد رسوله، که جناب حمزه باشه، و منا سید نساء العالمین، و منا سطاها الامه. در بعضی از نقلها هم هست منا مهدی و هاده الامه، که سبطا هاده الامه در حقیقت به اعتبار اینکه امام حسن و امام حسین علیهم الصلاة و السلام در یک رتبه هستن، فضلنا به سبع میشه و منا مهدی و هاده الامه. ولی این نقلی که من الان دیدم، بنده دیدم، این مهدی و هاده الامه نداشته، ولی علی الاقرب اینه که این مسئله درش ذکر شده. خب مطلع کلام به این کلمات بوده، مطلع فرمایشات حضرت به این گفتار بوده، و این باعث می شده که مردم توجهاشون جذب فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام قرار بگیره. بعد شروع می کنن من عرفنی فقد عرفنی، هر کس مرا شناخت خوش شناخته، اگر کسی مرا نمی شناسد انا ابن مکه و منا، همه مردم مکه و منا رو شنیدن، من فرزند اون بقعه هستم، اونقدر ارتباط با اون سرزمین های مقدس داریم که میتوانیم بگوییم ما فرزند اونجا هستیم.
انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و الصفا. این باعث میشه مردم فکر کنن آه کی هستن این اسیرا که این گونه صحبت میکنن با این بلاغت، با این فصاحت، با این دانش. بعدش هم میگوین ما فرزند مکه هستیم، همون مکه ای که مردم امید دارن برن. ما فرزند منا هستیم، همون مردمی که امید دارن، همون منایی که مردم امید دارن برن درش وقوف کنن. ما فرزند زمزم هستیم، همون زمزمی که مردم امید دارن از آبش بنوشن، همون صفایی که مردم امید دارن برن اونجا بیستن، بر اون کوه صفا و دعا کنن، او به مروه کنن دعا کنن، او به کعبه کنن دعا کنن. ما فرزند اونجا هستیم. بعد حضرت بیان میکنن، بعدش هم بیان پیرامون رسول الله، انا ابن من حمل الرکب به اطراف الردا، انا ابن من اعتذر و ارتدا، انا ابن من طاف و سعا، انا ابن من حج و لبا، انا ابن من حمل على البراق من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تعریف ارتباط قوی و محکم و استوار و ناگسستنیه حضرت زین العابدین با رسول الله. خب این قسم میکنه، این در حقیقت هادم لذات یزیده، این در حقیقت مدمر عرش یزیده، همین گونه بیان کردن. خب چقدر حضرت زین العابدین سلام الله علیه شجاع. تو کل این داستان ها برای این بوده که حضرات اهل بیت فرزند امیرالمؤمنین هستند، شروع میکنند به مدح امیرالمؤمنین در مجلس شام. شامیان امیرالمؤمنان را میشناسند و خیلی از اونها به امیرالمؤمنان، از امیرالمؤمنان کینه در دل دارند. حضرت من بیان میکنند انا ابن علی المرتضی. خب انا ابن علی المرتضی گای میان بیان میکنم من فرزند علی ابن ابی طالب هستم. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم در حقیقت عابد بوده، زوج ابنت رسول الله بوده. نه، بیان میکنم انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. علی ابن ابی طالب همونیه که دماغای در حقیقت پرباده مشرکان رو به خاک مالید، ابو سفیان ها رو ذلیل کرد، عتبه ها رو به خاک و خون کشید. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، جهت شجاعت و جهت فراست و جهت فروسیت و قدرت و جنگاوری در حقیقت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه در اون مجلس. البته این باعث میشه که حضرت در معرض خطر قرار بگیره، اما این یک حقیقتیه که من فرزند اونم که فرزند رسول الله هم هستم. نتیجه این ترکیب خوب شنیدن مردم. آقا در غزوه احزاب به نتیجه پیروزی اسلام به سبب امیرالمؤمنان بود. حالا ایشون فرزند امیرالمؤمنانه، درسته یک دشمنی داشتن، حالا بنی امیه رو کنار بذارید، مردم عادی ولی اینکه اتباع کل ناعق باشن، اما اینها و این مطالب و فرمایشات اونها رو میکشند و ضمیرشون رو زنده میکنند ولو برای برهه‌ای از زمان. من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین و هاجر الهجرتین، با دو شمشیر دو نیزه دو هجرت کرد، قاتل به بدر و حنین ولم یکفر بالله طرفت عین، طرفت العینی کافر نشده به خداوند متعال. بعد بیان میکنم که انا ابن صالح المؤمنین وارث النبیین قامع الملحدین زین العابدین. من فرزند اون کسیم که در حقیقت علوم انبیا و میراث انبیا به او رسیده. من فرزند بهترین کسی است که عبادت کرده باشه خدا رو. من فرزند اون کسی هستم که ملحدین را چید. من فرزند اون کسی هستم که از حرمت‌های مسلمان‌ها دفاع کرد. من فرزند اون کسی هستم که جبرئیل تأییدش میکنه. المعید به جبرئیل شنیده بودن، یادی بودن مثلا از انصار رسول الله که تأیید به جبرئیل میشدن، نمیدونستن که حضرت میان بیان بکنن معید به جبرئیل یعنی امیر المؤمنان.
بعد مثلا قاتل الناكثين والقاصدين والمارقين، لشکر جمل عایشه رو حضرت امیر سرکوب کرد، معاویه رو حضرت امیر لرزوند، خوارج رو حضرت امیر سرکوب کرد، اون فتنه خوارج رو. یعنی این گونه بیان میکنن. بعد میفرمان عیبت و علم الله، این وعاء علم الهیه، قاطع الاصلاب، کفار رو میکش که دیگه اینا نتوانند زاد و ولد کنن. و مفرق الاحزاب، کی احزاب رو از هم پاشید جز امیر مؤمنان سلام الله علیه؟ ذاک جدی علی بن ابی طالب، اون جد علی بن ابی طالب. بعدش هم که هست در بعضی از نقل ها بیان می فرمایند که من فرزندی آن کسی هستم که او را کشتم، آبش ندادم، فرزند حضرت سجاد هستم، همه گریه کردن. این در اون مجلس بیان فضائل امیرالمومنین بر همون منبری که میرفتن امیرالمومنین رو دشنام میدادن. این در حقیقت معلوم میکنه که چه اشتباه سیاسی بزرگی بنی امیه کردن، اینکه حضرات اهل بیت رو به اسیری گرفتن و سبی کردن. خیلی حرفه. همون منبری که دشنام میدادن امیرالمومنین باعث شد که یعدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، باعث شد که فضائل امیرالمومنین بیان بشه. به نتیجه عده‌ای متأثر میشن، به نتیجه عده‌ای مصداق رو بلد نیستن، کلیات مطلب رو شنیدن ولی یک کسی بوده که احزاب رو تفریق کرده، یک کسی بوده که این کار رو کرده، حالا دارن تطبیق میدن. خب این مؤثره. این در حقیقت باعث میشه که یک صیانت سیاسی برای حضرت زین العابدین بشه که دیگه کشتن حضرت هم آسون نشه، کشتن بیبی آسون نشه. این مسئله مهم بوده. یعنی حضرت با اون قدرت که وارد میدان سخن شدن، که در حقیقت یک رزم افضل الجهاد، کلمت حق امام سلطان جائر، چون که شمشیر که نداری که باهاش از خود دفاع کنی، همان کلمه قویی که انسان میگه باعث دفاع میشه از اسلام، دفاع از مبدأ، دفاع از در حقیقت ارزش ها می باشد. این مسئله مهمیه. خب یزید وقتی دید اینجوریه و مجلس به هم خورده، همه دارن گریه میکنن، وقت اذان نبود به مؤذن گفت برو اذان بگو. مؤذن هم اذان گفت، با هر کلمه‌ای که میگفت حضرت زین العابدین، مثلا الله اکبر، وقتی میگفت حضرت العابدین میفرمان کبرت کبیرا، اشهد ان لا اله الا الله، شهد بذلک شعری بشری، اشهد ان محمد رسول الله، رو کردن به یزید، محمد هذا جدی ام جد. اگه گفتی جدت، دروغ گفتی. اگه گفتی جد منه، فلما قتلت حفیده و سبیت ذریته، همون جا بود که عده ای به یزید گفتم بکش. دوباره چندین بار مشورت دادم به یزید بکش. حالا یکی از اسبابی که یزید نکشت اهل بیت رو، خب اسباب متعددی داره که دست به دست هم داره، ولی یکی از اسباب، یکی از اسباب این بود که عرض شد که میخواست منت بذاره بر سر اهل بیت که مثلا نکشتن. حالا یکی از اسباب اینه گفت نه، ما قدرت داریم، شما نمیفهمید، ما منتظر میشیم هر سری از آنها که بلند شد با شمشیر بزنیم. یعنی میخواد قدرت نمایی بکنه. فکر نکنیم ما نمیتوانیم مملکت خودمون رو اداره کنیم، نه میتوانیم، اینم زنده بمانه، اگر خاص شورشی بکنه او را میکشیم. یعنی این در حقیقت میخواد بگه ما اینقدر قدرت داریم که با وجود زین العابدین هم باز میتونیم حکومت کنیم، که البته کور خونده. یریدین لیطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا یتم نوره. اینها نه قدرتی دارن نه چیزی. بله، حضرت زین، حضرت سید الشهدا شهید شدن. اولئک کتب الله لهم القعد فبرزوا الی مضاجعهم. خدا خواست تکریم کنه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام رو به شهادت و رضوان علی الشهدا. خلاصه بعد از فرمایشات حضرت زین العابدین اصلا مجلس بزم یزید به هم خورد. اینا باید بررسی بشه که چی شد و چجوری اعتراضات بر یزید اونجا یا اونجاها در اون مجلس شروع شد و تا آخر مسئله باید بررسی بشه، که معلوم میشه اون صفعه و چکهایی که
حضرات اهل بیت علیهم السلام بر صورت امویان زدن چکهای محکمی بوده که در حقیقت عرش آنها را متزلزل کرده و پایه‌های ملک آنها را از بین برد. خلاصتاً این خطبه حضرت زین العابدین بسیار خطبه پیرامون مسائل فضائل بوده، یعنی اگر بخوام یک مقارنه بین خطبه حضرت زینب و حضرت زین العابدین انجام بدیم، می‌بینیم حضرت زین العابدین نکوهش می‌کرد، حضرت زینب نکوهش می‌کردن یزیدیان رو و اظهار قدرت می‌کردن، کتکیدک و سعیک و ناصب جهدک علی حلم مبارز می‌گفتن، حضرت زین العابدین سلام الله علیه بیان فضائل می‌کردن، یعنی مقام امامت اینه که تعریف بکنه خودش را، تعریف بکنه دین را، هدایت کنه مردم را. این مقام، مقام حضرت زین العابدینه که امام من قبل الله و این مسائل رو فرمودن به نحو احسن و اون جاهای سختش هم فرمودن که مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب و اون صله قوی که بینشون و بین رسول الله رو بیان کردن، که همه این مسائل رو امویان دوست نداشتن بشنون، اما حضرت زین العابدین بیان کردن به صورتی که در واقع همه نقشه های شوم بنی امیه در حقیقت نقشه براب شد و از بین رفت. معلوم میشه که اون جهادی که حضرت سید شهدا شروع کرده بودن ادامه داشت تا شام و حضرات اهل بیت علیهم السلام بیانگر در حقیقت اون ارزش هایی شدند که حضرت سید الشهدا به خاطر اون ارزش ها کشته شدن. حضرت عباس به خاطر اون ارزش ها دستشون را از دست دادن، حضرت علی اکبر به خاطر اون ارزش ها قطعه قطعه شدن، حضرت علی اصغر به خاطر اون ارزش ها گلوشون با تیر سشابه بریده شد. پس پیروز این میدان، پیروز این جنگ، اون خلفای الهی هستن که بیان حق و حقیقت کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و علی الصبایا من آلک، لعن الله من ظلمکم یا آل بیت رسول الله. هذا والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آله و